به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با عرض سلام بر شما بیننده های گرامی. شما بیننده برنامه 60 دقیقه سیاست از تلویزیون جهانی افغانیوس هستید. برخی مسئولان برگزاری لوی جرگه تایید می کنند که زور آزمایی سخت میان نیروهای موافق و مخالف امضای پیمان استراتژیک با ایالات متحده امریکا در جریان است. این در حال است که در سراسر کابل وضعیت اضطراری حاکم است. اوضاع به گونه ای است که هر حادثه ناگوار و غیر قابل انتظار می تواند اتفاق بیفتد. در روی صحنه تدارکات و سازماندهی برای گشایش جرگه و ایجاد دایره کامل حفاظتی در اطراف محل برگزاری لوی جرگه مشاهده می شود. اما در عقب صحنه پروژه های خرابکارانه به هدف تخریب، اخلال و حادثه آفرینی به قول مسئولان رسمی از سوی نفوذ کشورهای همسایه به طور هماهنگ به کار افتاده است. در برنامه کنونی 60 دقیقه سیاست همین موضوع را با مهمانان گرامی من آقای حاجی محمد فرهاد صدیقی نماینده مردم در ولسی جرگه و آقای عبدالحکیم ترسون کارشناس مسائل سیاسی به بحث میگیریم. مهمانان گرامی خوش آمدید به برنامه کنونی 60 دقیقه سیاست. جناب صدیقی صاحب، در آغاز میخوایم از شما بپرسم آیا این جرگه عنعنوی در یک پروسه دموکراتیک به وجود آمده است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و همکارانتان و بینندگان محترم تلویزیون افغان نیوز. در رابطه با سوالتان باید بگویم که طبعا جرگه ها از نامش پیداست که عنعنوی است. هر آن چیزی که در این وطن مروج است، بخصوص در افغانستان، کارهایی که اگر نتانه حل نشه میشه از طریق جرگه ها حل شود. حتی میتونن محاکم افغانستان بعضی چیزهای دیگه که نمیتونن و مویسفید های منطقه و مشرای قوم محول میسازن کنه حل کنن. بنان به نظر ما جرگه از واقعا جرگه دموکراتیک است. جرگه به خاطر مشوره رئیس جمهور مشوره از جرگه میگیره و مردم افغانستان را کلش دعوت کرده که نظر مردم افغانستان شرط است، اما فیصله نمیکنه. سپاس. این جرگه را چگونه میتونیم دموکراتیک بگوییم؟ جرگه خودش دموکراتیک همیست که از کل نماینده و اقشار افغانستان اشتراک کردیم در جرگه. هر کس میتونه نظر خود بده از خود به خود. آیا همه کسانی که در این جرگه شرکت کردن نمایندگان واقعی مردم هستن؟ اینا کسایی هستند که سران قوم هستند، مشرای قوم هستند، کلانای قوم هستند، هزار ولایت، هزار ولسوالی، هزار قریه دعوت شدند توسط والی ولایت. کسایی هستند که حتما سرشناس هستند، صاحب نظر هستند که دعوت شدند. برای مردم چگونه مراجعه شده تا ای که نماینده خدا بفرستن به این جرگه؟ به مردم یه خوب به مردم مراجعه نشده. در صورتی که برای مردم مراجعه نشده چگونه میشه که بگویم دموکراتیک است؟ همیشه یا در جرگه ها اشتراک کردیم، چون کسایی بودن که سرشناس بودن. از دیدگاه شما قرار است هر کسی که در هر جرگه شرکت کرد در این جرگه هم شرکت بکنه؟ ما متأکدم به این که پستم که سران قوم هستند، حتما مشروع قوم هستند که اینا اشتراک میکنند. از سراسر افغانستان این همش سران قومی هستند که جمع آوری شدن و در این جرگه صاحب نظر هستند. فکر نمی کنید که رئیس جمهور کرزای برای والیان مراجعه کرده، والیان برای ولسوالان و ولسوالان به بچه های کاکای خود مراجعه کرده باشن و در این جرگه خواسته باشن اونا را؟ این طوری که شما میگه من اینطور فکر نمی کنم که به این شکل باشه. پس این نمایندگان در کجا انتخاب شدن؟ این نمایندگان در مشوره با قوم، شاید والی ولایت با سران قوم مشوره کرده باشه. چه ضمانت وجود داره که در اینجا والی سازگاری نکرده باشه؟ ضمانت خب این مربوط به والی صاحب میشه دیگه. ما ضمانت تصور خونه میشه. یعنی از دیدگاه شما موثق نیست این همه نمایندگان اساسی باشن؟ تا زمانی که در جرگه اشتراک نکنیم قضاوت کردن نمیتونیم. حالا شما کشش رو برخواست دارین با بعضی از نمایندگانی که در این جرگه شرکت میکنن؟ بعضی کسایی را که ما شنیدیم و دعوت شدیم اینا سران قوم هستند. سران قوم هستند. سپاسگزاریم. دوباره برمیگردیم جناب صدیقی صاحب. دیدگاه شما در این مورد چیز جناب ترسون صاحب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام خدمت شما و دوستان میز ما و همچنان کارکنان تلویزیون افغان و بیننده های نهایت ارجمند و گرامی. ببینین در لابلای صحبت های جناب صدیقی صاحب
ما یافتیم که اینا تذکر دادن نماینده های واقعی مردم افغانستان در هیچ شرکت کردن، ولی متاسفانه فقط و فقط یک تعداد از افراد اشخاص در هیچ دعوت شدن که اونا بنا به دستور دولت بنا به مو درخواست اطرافی های دولت اینا به جرگه دعوت شدن. اطرافیان دولت منظور شما کی هست جناب؟ ببینن منظور ما هست وزرا هست، منظور ما هست یک تعداد از اعضای ولسی جرگه هست، یک تعداد نه بلکه والیا و ولسوالای هستند که اونا فقط بقای خود با موجودیت چنین نظامی میبینن، نه با یک نظام دموکراتیک، نه با یک نظامی که واقعا از بین مردم در خدمت مردم و برای مردم باشه. از دیدگاه شما یعنی این جرگه؟ این جرگه نه تنها که جرگه قانونی نیست، مغایر قانون اساسی تشکیل شده، جرگه عنعنوی. اینجا روی پرابلم زمانه که ما در اینجا دو مجلس این داشته باشیم، یعنی پارلمان و مجلس سنای موجود باشد در افغانستان، با چنین جرگه هایی که و یک تعداد بالاتر از 100 نفر مشاوره که چوکی هایشان امروز یا فردا به جاده ها خود سرازیر شد، اینقدر این مشاورین چی میکنه که ماشای بلند را میگیرن؟ جناب ترسان صاحب، از دیدگاه شما چرا به دو مجلس مراجعه نشده که جرگی عنعنوی به وجود آمده؟ اینجا فقط میخواین که آقای کرزی خواست خود بالای ملت مردم افغانستان بقبولانه و بعدا همین مردم افغانستان مقصر بدانه که بله شما تصمیم گرفتین در این راستا. میخواین که جناب آقای کرزی در این ارتباط فقط اهمی تصمیمایی که نادرست گرفتن، عملکردهای نادرست که دارن، اینا میخواین در پشت پرده مردم قرار بتن و بگوین که مردم تصمیم گرفته، در حالی که ایجا نماینده های مردم شرکت نکرده و نه شرکت کردن. او به این مفهومه که اگر انتخابات صورت گرفته در یکی از ولایات، در یکی از ولسوالی ها که مردم نماینده های خود انتخاب کرده باشن، این طرف دیگه قضیه. چرا چنین نشد که مردم واقعا نمایندگان خود را اگر نماینده های واقعی مردم افغانستان در ایجا شرکت میکردن، آقای کرزی و حکومت از اینا هیچگاه نمیتانستن که اهداف را که به خاطر بقای خودشان است در اینجا پیاده بکنن. طبیعی است که اونمو یک تعداد از کاسلیسا و چاپلوسا و چکچکی های خود دعوت کردن تا برن به این لوی جرگی عنعنوی و تقلبی و همو خواسته های خود. هیچ ملت افغانستان، هیچ نهاد سیاسی، هیچ شخصیت های ملی در افغانستان مغایر پلان ها و یا پیمان های استراتژیک با کشورهای مختلف جهان، با خصوص با کشورهای ابرقدرت که نقش برازنده را دارند در تعیین مسائل اقتصادی و نظامی سیاسی با خصوص در افغانستان، هیچ کس مغایرش نیست. ولی در اینجا مغایرت صرفا با امی جرگی عنعنوی ما داریم که بارها ما از طریق تروبین های جناب صدیقی صاحب فرمودن کسانی که در این جرگه شرکت میکنن نمایندگان مردم و سران قوم هستن. چی فکر میکنین؟ آیا اینها از مردم نمایندگی کردن نمیتونن؟ اگر نمیتونن پس اینا کی ها هستن که در این جرگه شرکت کردن؟ شما ببینین با وصف از اینکه خود ولسی جرگه مشکلات خود داشته بنا به تقلب و تخطی هایی که اقتداد در ولسی جرگه را پیدا کردن، ولی در حالتش به مثابه نماینده های مردم ایجا ششتن که نمایندگی از مردم میکنن، تعداد بارای مردم در ایجا آمدن. من از جناب صدیقی صاحب سوال دارم، اویی که شما به صفت نماینده مردم افغانستان آیا با شما مشوره شد؟ آیا شما را در جریان گذاشتن که چند نفر شما به این لوی جرگی عنعنوی دعوت میکنین؟ که هرگز نشده. خود از نام تا هکنون اگر سوال شو از جناب آقای صدیقی که شما با معتویاتی که در ایجا فردا شما میرین میشینین و سر مسائلی که تصمیم گرفتمش شما در جریان هستین، من مطمئن هستم که جناب صدیقی صاحب میگن تشکر مطمئنن.
پس در اینجا هیچگاه نماینده مردم موجود نیست و نمیتونه افرادی که در اینجا شرکت کرده نمایندگی از مردم افغانستان بکنند. سپاسگزاریم. دوباره برمیگردیم جناب تورسن صاحب. آقای صدیقی، با اینکه ارگان‌ها و نهادهای قانونی وجود دارد، برای تدویر این جرگه با مخالفت‌های گسترده برخه‌ها چه نیاز بود؟ ما در رابطه با سوال تورسن صاحب بگویم که اینا تورسن صاحب قبل میگه که نماینده های مردم هم به تقلب آمدن و این نماینده های هم که در لوی جرگ اشتراک کردن نی هم چک چکی آزدن. خیلی بالاخره در افغانستان کدام مردم خوب مردم است؟ کدام مردم بیارن مشوره بگیرن؟ نه جناب تورسن صاحب گفتن که برخه هایشان به تقلب آمدن در مجلس، همه را نگفتن. خب اگر تقلب هم بود محکمه پاکش کرد. بازم برمیگردیم به موضوع اساسی. حالا پاسخ شما برای جناب تورسن صاحب چیست؟ که به کدام ارتباط؟ در رابطه به این که آیا این کسانی که در اینجا شرکت میکنن از محتویات این جرگه با خبر هستن یا نه؟ کل افغانستان میفهمه که پیمان استراتژیک با آمریکا امضا میشه، تمام افغانستان در جریان است و رئیس صاحب جمهور با صراحت اعلان کرد که من مشوره میگیرم، فیصله های جرگه را فیصله نمیکنم، مشوره میگیرم ازشان که چی میخوان و تمام مردم منتظر همی جرگه است. سپس برمیگردیم به سوال اساسی که با موجودیت ارگان های حقوقی یا قانونی کشور چه نیاز برای جرگه بود؟ ممکن این لزوم دید ریاست جمهوری بود، لزوم دید مشاورین بود، با مشاورین خود مشوره کرده بود و در پالوی از این که مشوره کرده هر مشوره را که مشاورین برای رئیس جمهور باید بتن او عملی شود. از نام سویداس مشاور هستم. مشاور است؟ هر مشوره یک که بتن. حالا جناب تورسن صاحب گفتن که این جرگه غیر قانونی است، یک کار غیر قانونی را هم که اگر فیصله های جرگه غیر قانونی است، جرگه در قانون اساسی است، به خاطر مشوره میتونه حکومت میتونه که جرگه را دعوت بکنه و جرگه خودش نظر خود میده، مشوره میده با رئیس جمهور، بعد از او باز هم فیصله بر میگرده با شکل قانونی بودن خود، با شکل قانونی خود میگیره که به شورای ملی بر میگرده، فیصله هایش مربوط شورای ملی میشه. شما با وجود این که نماینده مردم در ولسی جرگه هستین، برای رئیس جمهور کرزی آیا این را گفتید که در موجودیت دو مجلس که وجود دارد چه نیاز است که جرگه عنعنوی تدبیر شود با این همه تدابیر امنیتی و با این همه مسارف؟ نه تنها که گفتیم فیصله مجلسی شده که هر فیصله جرگه غیر قانونی است. در یک جرگی که غیر قانونی باشد از دیدگاه شما مشوری از او چگونه خواهد قانونی بود؟ جرگی است که جرگی مشورتی است، عنعنوی است، از نامش پیداست عنعنوی. این خود جرگی فیصله کنی است که خواسته باشدش مطابق به قانون اساسی که ماده 111 قانون اساسی میگه در چند حالت میتونه جرگه دعوت شود. آیا همون شرایط تکنون در افغانستان است؟ نه، تا هنوز مهیا نیست. پس چرا جرگه دایره میشه؟ جرگه از صرف به خاطر پیمان استراتژیک خواستشون یک مشوره میگیره از پیش. اگر گیریم پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا به امضا نرسد، جرگه توافق نکند، پس این همه چی خواهد شد؟ با نظر مردم شرط است، با پارلمان هم هوای داست که مردم وقت برملا میشه که مردم حالا گفته میشه نمایندگان حقیقی مردم در این جرگه شرکت ندارن. 100% داشته باشن. ما خود تا هنوز گفتم نرفتیم، قضاوت نمی کنیم که های نماینده های اگر نمایندگان اساسی و حقیقی مردم در این جرگه اشتراک نکرده باشن یا وجود نداشته باشن، مشوری جرگه را میشه مشروع دانست؟ تا هنوز از کدام ولایت خوب هنوز چیز نگفته که ما سران قوم ما این قبول نداریم و این نماینده شما نماینده مردم کابل هستید. به مردم کابل چگونه مراجعه شد که نمایندگان خود را بفرستن به این جرگه؟ با مردم کابل؟ بله حتما، با تمام وکیلای گذر و این مردم از سران جمع کردن، نماینده خود معرفی کردن. جناب تورسن صاحب، شما من حیث یک شهروند از این آگاهی دارین که نماینده را برای جرگه فرستاده باشین؟ متاسفانه
که نه تنها من بلکه در مجموع مردم شهر کابل اصلا آگاهی ندارن و نداشتن. اینجا ما ببینین دوست هرجمن جناب صدیقی صاحب، اینجا احزاب سیاسی هست، جامعه مدنی هست، اینجا نخبه ها هستن که در اینجا موجود است، اعضای محترم پارلمان که شما نمایندگی از مردم شهر کابل میکنین. بازم بانمو سوال برمیگردم، شما رو بر شما منحیث یک وکیل مردم کابل بر شما وظیفه داده شد که شما برین با فلان قریه و قصبه و ولسوالی با یک تعداد مردم صحبت بکنین و موضوعات در جریان بگذارین و باز بعدن حضور نماینده های مردم انتخاب بکنین. کرگز چنین نشده و در پولی ازی دوستای هر جامن هیچ کسی، هیچ مردم افغانستان تا دیروز حتی اعضای پارلمان هم خبر نبودن و تشویش های در اینجا موجود بوده. صرف جناب آقای اسپنتا دیروز در این ارتباط روشنی انداخت و باز هم میگن در صورتی که دو مجلسین موجود هست، نماینده های مردم موجود باشه و دیگه چی ضرور به لوی جرگه عنعنوی. لوی جرگه عنعنوی دقیقا جز از عنعنات و سنن و پسندیده مردم افغانستان است، ولی این در یک قریه است، در سطح یک قریه، در سطح یک ولسوالی، در سطح یک ولایت ممکن هست که چنین شود به خاطر رفع مشکلات و پرابلم های عمو ساها و قریه و منطقه و یک ولسوالی که بین دو قوم یک مشکلات موجود باشه و یک جرگه عنعنوی را تشکیل بده. پس بر این جرگه شما چی میگین؟ این جرگه و اصلا این جرگه باز هم میگم که غیر قانونی، خلاف قانون است و این جمعه تانست که رئیس جمهور توسط یک سایت ایره به خاطر نظرخواهی مردم به یک سایت منداختن و ایره در مجموع تمام من امو خواسته های مردم جمع‌آوری میکردن و در پولوش امو مشکلات هم در اینجا با مردم شریک میساختن و از منفعت از امی پیمان و از جناب ترسان صاحب میخوایم بپرسم که تدویر این لوی جرگی عنعنوی از دیدگاه شما چی زیان ها و چی فایده های را برای جامعه افغانی بجا خواهد گذشت؟ ببینین از زیانهای از این اول که در حدود بالاتر از 40 میلیون در ایجا به مصرف رسیده از کدام بود ایجا؟ از پول خون کدام بیوزن و هردم شهید و یتیم؟ ای دوم دیگه ببینین مواد سوخت در کجا است؟ دو روز رخصتی به خاطر اهمی پیمان، به خاطر اهمی لوی جرگه، در حالی که کشور مفادش چی بوده میتونن جناب ترسنسر؟ شما اجازه بتین که من سر جهت منفی شب صحبت بکنم. او به این مفهومه که کشور ما در این شرایط فعلی نیاز به کار داره، حتی بر 24 ساعت کار نیاز داره. اما اگر جنبه های مثبتش هم به بحث بگیریم بهتر خواهد. ببینین جنبه مثبت حاصلت در هیچ دیده نمیشه. ای کاش که جهت مثبت میداشت نماینده هایی که در اینجا شرکت کردن و یا افراد اشخاصی که در اینجا شرکت میکنن والی های از ولایت ها هستن، طبیعی است که هیچگاه مغایر منافع خود و کسایی که اینا را تعیین کردن در اینجا تصمیم نمیگیرن، فقط اینا به خاطر منافع خود اینجا در تصمیم میگیرن. من یک مثال کوچک برای شما میتونم. کجاست لوی سارن والی ما؟ کجاست محکمه؟ کجاست قضات ما در ارتباط با والی غزنی که خود از اونا چند پیش از طریق تلویزیون رسانه ها که او ثبت است و من مطمئن استم که انتظار اعدام خود آقای والی غزنی داشته باشند که اگه حکومت در آینده با وجود خواهد آمد که با ای عمل کردش که خودشان از طریق رسانه ها گفتن که من دو راکت برای طالبان اجازه دادم بالای که امی دو راکت بالای خانه های مسئولی اصابت کرد و 5 نفر به شهادت رسید. پس ببینین چونین نماینده هایی که شرکت بکنن به این لوی جرگه ما از این چی انتظار جهت مثبت شد داشته باشیم؟ سپاس گذارم. جناب صدیقی صاحب میشه که شما جنبه های مثبت این جرگه را به بحث بگیرین؟ من جنبه های مثبتش این است که افغانستان فعلا در بحران اقتصادی قرار داره، در بحران امنیتی قرار داره، در فقر به فرهنگی ما را گرفته. به نظر شخصی ما ممکن پیمان استراتژیک اگر امضا شود یا مشوره هایی که گرفته میشه به بهبود وضعیت افغانستان، به بهبود مردم باشه. اگر امضا نشود چی؟
اگر امضا نشود بازم قضاوت میمانیم به مردم که مردم چی میکنند. و اگر حالا قضاوت را در این جرگه در برگزاری این جرگه برای مردم مانند اما بر مردم است که نظر مردم مشوره مردم ضرورت است. اما قسمی که جناب ترسون صاحب فرمودن گفتن که شما من حیث نماینده مردم بله ریاست جمهوری برای شما این وظیفه را سپرد که شما قریه ها برین و از مردم بپرسین که ما جرگه دایر بکنیم یا نکنیم یا شما نمایندگانتان را میفرستین به این جرگه یا نمیفرستین. تا زمانی که ریاست جمهوری خودش اعلان نکرد که ما این جرگه جرگه مشورتی است نفیصله کن ما تا حد جرگه را تا او زمان رد میکنیم. شما دیروز از طریق رسانه ها دیده که آقای دکتر اسپانتا قبل از این که بدانین چرا رد شد از چی رد شد گفتیم که این جرگه غیر قانونی است و کسی از مجلس نمایندگان شرکت نمیکنه. ما فکر میکردیم که جرگه جرگه فیصله های جرگه را میپذیرن و هر آنچه که جرگه فیصله کنه او مورد تایید اینا قرار میکنه. مورد تایید کیها؟ مورد تایید حکومت قرار میکنه. حالا من رئیس جمهور خودش اعلان کرد و دیروز شما از طریق تلویزیون ملی دیدین که لایف بود. سپس جناب اگر فیصله های این جرگه یعنی ضمانت اجرایی نداشته باشد پس چه مفهوم داره برگزاری این جرگه؟ با مشوره های مردم نیاز دارن حتما خواستن نظر مردم هم میگیرن این مشوره ها را طور دیگه نمیشد که بگیرن؟ از طریق نمایندگانشان در ولسی جرگه؟ یه باز هم چون پیمان استراتژیک است مردم افغانستان باید در جریان باشه. مردم افغانستان حالا که گفته میشه در جریان قرار ندارن اصلا مراجعه نشده چرا نظرخواهی نشده از مردم افغانستان؟ هر کس پرسان میکنی که چی که پس میکنی که بخاطر پیمان استراتژیک هست بخاطر پیمان استراتژیک اما نمایندی ندارن در این جرگه دارن که ها هستن؟ مردم مراجعه کرده اینجا ثبت نام کرده آمده مردم ثبت نام کرده جرگه از آن نیست ببین رئیس جمهور برای والی فرمان داده نمایندگان را از ولایت بفرستن والی ها برای ولسوالان ولسوالان هر کسی که دلشان خواسته به این جرگه فرستادن پس چه قسم است؟ این رئیس جمهور با ولی ولایت اگر دستورم داده باشه طبعا در یک قریه شما ببینید که شورای مردمی وجود داره که دمی اواخران همبستگی ملیست خود مردم نماینده خود انتخاب کردید بنان خود از اونو انتخاب کردین به ولایت انتخاب کردین ولایت فرستاده شد یعنی از دیدگاه شما یک جرگی مردمی و یک جرگی عنعنوی است نه جرگی دولتی سپاسگزارم. ظاهرا دیده می شود این جرگه دارای دو آجنده می باشه یکی طرح مذاکره یا مصالحه با گروه یا طالبان و دوم عقد پیمان استراتژیک با یک یا چند جانب خطوط سرخ شما در این جرگه چیست برای عقد پیمان استراتژیک خطوط سرخ ما بعد از مشوره های مردم و دیدن با مردم و مشوره های جرگه بعد از او باز ما خطوط سرخ خود اعلان میکنیم چیز. حالا چرا اعلان نکردیم؟ حالا نظر شخصی تان چیست؟ نظر شخصی ما ای است که پیشتر برای توضیح دادم که افغانستان دمی بحران گرفت است اگر ما بتانیم که پیمانی را که امضا میکنیم حتما پیمان از طرف از اونام شرط مانده میشه از طرف ما هم شرط مانده ما پیمان نظر ما ای است که نظر شخصی ما ای است که از سرحدات ما سخت دفاع شود اگر پیمان امضا میشه از سرحدات ما سخت دفاع شود قوای هوایی ما تقویه شود اردوی ملی ما تقویه شود پلیس ملی ما تقویه شود با جوانایی که فعلا بیکار هستند از پانتون ها فارغ شدین بر از اینا زمینه تحصیل فراهم شود بعد کی ها زمینه تحصیل فراهم کنه همین کسایی که پیمان میخواد بورس ها دارن بورس های اروپایی دارن فراهم کردن کار یکی از وظایف دولت افغانستان نیست هست پس چرا تا به حال نکرده تا چیزی که دولت توانمندی خود داره دولت کجا ماندن که کار بکنه کی دولت... نماندن همسایه ها نمان جنگ نمان شما میبینید حالا همسایه ها چگونه خواهد گذاشت که این پیمان با کشور ایالات متحده آمریکا به امضا برسد تا فعلا تلاش همسایه همی است که پیمان امضا نشه چرا در پشتش منافع خودشان در خطر است زمانی که منافع خودشان در امضای پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا بین افغانستان در چی در خطر میباشه منافع کشور همسایه؟ بله شما خودتان ببینید فعلا افغانستان پیشتر گفتم در بحران امنیتی قرار دارد و پاکستان در اردوی افغانستان در دورانش از بین برد
به چیزی که به خواست خودش بود شد. نو آل اردو سر از نو رنگ گرفته. میخواد نمیخواد کمی اردو هم سر پا باشه، افغانستان و پا خود استاد باشه. همیشه هم سعی تلاش هم سعی همین بود. چی فکر میکنین اگر این پیمان امضا نخواهد شد چه پیامدهایی خواهد داشت؟ مگذاری بش دیگه، آینده شه با توکل به خدا ببینیم چی میشه. نمیتونم. اما توکل به خدا هر کار نمیشه. میشه. چگونه میشه؟ ببینیم که چی میکنه مردم افغانستان. چی شما نماینده مردم هستین، در جرگه شرکت میکنین. بله. چرا یک تصمیم قاطعی ندارین؟ به چی رابطه تصمیم قاطعی؟ برای امضای پیمان استراتژیک. من بیشتر برات گفتم که اگر پیمان امضا شود روی شرطا امضا شود. اگر نشود چی؟ اگر نشود ما خواهانش نیستیم که نشه. چیزی که به نفع ملت افغانستان و به سود افغانستان نباشه اصلا خواهانش نیستم که هیچ کاری شود، حتی یک سنگ سر سنگ مونده نشه. چیزی که به نفع ملت باشه ما خواهان از هستم. از دیدگاه شما تا چه حد نمایندگانی که در این جرگه شرکت کردن خواهان امضای پیمان استراتژیک با ایالات متحده هستند؟ تا هنوز جرگه دایر نشده، ما از کجا قضاوت بکنیم؟ نمیتونیم. اما کسانی که اکنون شرکت میکنن نظر شخصی شما چیست؟ آیا اینها برای امضای پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا یک تعدادی که ما برایشان گپ زدیم میبینم و دیدوادیدم اونا میگن که ما رای میدیم با پیمان استراتژیک. اما کسانی که رای نمیتن متشکل از چه کسانی خواهد بود؟ متشکل از کسای نظر شخصی خود مردم است که مردم که خواسته شده خب مشورشون به نظر مردم است یا عمل شخصی این نماینده. آیا واقعا مردم میخواهد که این سند امضا شود بین افغانستان ایالات متحده آمریکا یا نه؟ وقتی که کسی که نماینده خود را انتخاب کرده و بر این جرگه فرستادن که همانا شما میگین نماینده مردم است و نماینده حقیقی مردم در این جرگه شرکت میکنه، آیا عمل شخصیش بوده میتونه یا عمل مردمی بوده؟ سوال میشه که بعد از دایر شدن جرگه ما شما اونا فیصله نمیکنن. بعد از دایر شدن جرگه همه مردم میدانن، اما بهتر است که پیش از پیش بازم بر مردم واگذار میشه که چه وقت مردم چی میخوان میگذاریمش به قضاوت مردم. فکر نمیکنید که حالا نظری که مردم دادن برای نمایندگان خود اون عملی نشود بلکه عمل شخصی نمایندگانشون در اینجا عملی شود؟ ای خو جرگه قسمی نیست که در یک اتاق یا در یک جای باشه، تمام مردم افغانستان حال رسانه ها فضل خدا به هر جای دسترسی دارن، مردم میبینن. اما تمام مردم افغانستان در خیمه جرگه بوده نمیتنن. نماینده ایشان روان کردین تو نماینده ایشان از چه اعتبار برخوردار هست؟ آیا مردم سرشان اعتبار داره که اونا را فرستادن یا نه ولسوال یا ولی هر کسی را که دلش خواسته روان کردن؟ هرگز دیگر نمیشه. نمیشه. یعنی شما فکر میکنید که تمام اینها نمایندگان اصلی مردم افغانستان هستند؟ جناب تورسون صاحب، لویا جرگه برای چند پایگاه نظامی ممکن از دیدگاه شما رای بتن یا مشوره بتن که باید ایجاد شود؟ ببینین دولت افغانستان و در مجموع حکومت‌های جهان حق دارن با کشورهای نهایت پیشرفته و پر از اقتصاد بتونن پیمان‌ها را به امضا برسانن، ولی در این پیمان‌ها شرطشی است که منافع اولیای کشور همو کشور مد نظر گرفته شد که ما در ارتباط با افغانستان صحبت میکنیم. تاسف در اینجا است، تاسف در این میبینم که جناب صدیقی صاحب یکی از نماینده های مردم افغانستان به این جرگه هننوی شرکت میکنن، ولی متاسفانه راهکار راهبرد خود از اینا ندارن، پیشنهاد خود از اینا ندارن، همه چیز توکل به خدا میگذارن. مردم کافی هست دیگه همه چیز توکلش بر خداوند بکنیم. از یک اپارتمان 14 منزلم خود پایین پرتیم و بگویم شما یک بار اجازه بدین ما حرفای که اینی شهر را باید ما بونیم بعد از اون. خب در حالتش من میخوام صحبت های خود از 14 طبقه خود پایین پرتیم و بگویم توکل خود به خدا، در حالی که برای ما منطق داده، چشم داده، هوش داده، گوش داده، زینرم مونده، لفتم مونده، ما نمیتونیم خود 14 منزل پرتیم. یک دو دیگه ببینید
در اینجا طبیعی است که در این توافقنامه که امضا میشه با ایالات متحده آمریکا در بخش اقتصادی باید بیشتر تلاش های بیشتر صورت بگیره، در بخش نظامی و برای سطر سرحدات کشور افغانستان باید اینجا دولت آمادگی های خود داشته باشه و همچنان در روی موضوعات سیاسی آمادگی های دولت را در با اکنون شما چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید اصلا خود دولت هیچگاه نتانسته که مشوره را کار را انجام بده که به نفع مردم و به نفع افغانستان باشه. اگر میتانست در طول 10 سال از موجودیت فقط اینا بقای خود در اینمی ناهمنی بی‌ثباتی چور چپاول خودم ببینن شخص رئیس جمهور معاونینش وزرا یک تعداد از وزرا یک تعداد از وکیلا حتی من یک مثال بسیار کوچک میتونم بر امید بین امید وکیلای پارلمان یک نفر در سر چوک 7-8 نفر کشتن و فعلا هم نمایندگی از امید مردم افغانستان میکنن. آیا ما با بالای از اونا حساب بکنیم و اونا میخواهند که در اینجا در این لوی جرگه تصمیم را بگیرند که این به نفع مردم افغانستان باشه؟ هرگز نه. بخاطر از این که اگر در اینجا یک کشور با ثبات، یک دولتی که واقعا در خدمت مردم برای مردم باشه و کار به حال کار سپرده شه و مردم های با ثبات گرد هم بیاین و در اینجا بخاطر رفع مشکلات هم از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کلتوری و کار بکنه. اما جناب صدیقی فرمودند که در اینجا نمایندگان واقعی مردم هستند و خواست مردم را میخواهند بر آورده بسازند. کدام خواست مردم داره؟ شما ببینید در طول 10 سال بازم سر از این تاکید میکنم در طول 10 سال که آقای کرزی چنین چانس داشت که در هیچگاه در کره زمین چنین چانس برای هیچ کشور مساعد نشده بود که هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ نظامی چنین یک چیز داشته بوده باشند که در مجموع 49 کشور جهان اینا را حمایت بکنن. چنین حمایت در هیچ کشور نبوده ولی برای آقای کرزی و برای اطرافیاش چنین چانس بوده، ولی متاسفانه که از این نتانستن استفاده کنن. اما میخوام بپرسم جناب تورسون صاحب، همان سوال اول را که از دیدگاه شما باید برای چند پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان اگر این پیمان را نمایندگان مردم مشوره بدهند که امضا شود بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا چند پایگاه نظامی باید مد نظر گرفته شود؟ شما ببینید فقط من روی یک چند مسئله اشاره می داشته باشم. در ما مخالف پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا و پیمان هایی که با سایر کشورها و با هند امضا شده ما نیستیم و نخواد بودیم. ما می خواهیم که در اینجا ولی منافع کشور ما هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ یک حکومت خوب و یک حکومت کارا، یک حکومت که از بین مردم و در خدمت مردم باشه در اینجا مد نظر گرفته شود و در این پیمان باید قوای مسلح ما که مشتمل از اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی اینا اکمال شوند، تجهیز شوند، هم از لحاظ سلاح ثقیله و هم از لحاظ خفه، سلاح خفه و هم از لحاظ تعلیم و تربیت. نه ای که پاکستان اوج اشارات داشت که باید تعلیم و تربیت را برای ما بتن، در حال خود از اونها تعلیم و تربیت نظامی ندارن که بعدن مردم ما یا پلیس ما. برمیگردیم به همین موضوع جناب تورسون صاحب. برمیگردیم جناب صدیقی صاحب، میخوایم بپرسم ظاهرا دیده میشود که بسیاری از کسانی که در این جرگه شرکت کردن خواهان هزی هستند که پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا به امضا برسد و یک جزء از این پیمان پایگاه های نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان خواهد بود. لوی جرگه برای چند پایگاه نظامی و یا هم چه تعداد عساکر آمریکایی و یا هم با چه مدت موافقت خواهد کرد؟ ما اول در رابطه بگم به تورسون صاحب بگویم در افغانستان نماندن به حکومت داری. فعلا افغانستان چی میگشه؟ هر روز در پشت میزای گرد بشی حکومت بعد بگو، نظام بعد بگو، ویره بعد بگو، هزی هیچ چیز جور نمیشه. بهترین رایش ایست که از همین پشت میز، از همین طریق رسانه ها به حکومت مشوره های خوب داده شود که اینی کار بکو، این کار بکو. شما ببینید 10 سال پیش تا بالا به افغانستان بسیار تغییرات آمده.
مکتب ها جور شده، پانتون های خصوصی جور شده، کابل آباد شده. دیگه چی شده؟ با وصفی که جنگ بوده، حالت جنگی را افغانستان داشته و هیچ وقت نخواسته کشورهای همسایه که افغانستان آرام باشه. سپاس. اما از ترسون صاحب میخواییم بپرسیم که شما چرا با این همه مخالفت دارین؟ قسمی که جناب صدیقی صاحب شما ببینین، این پول بسیار ناچیز کم نیست که در افغانستان سرازیر شده. میلیاردها دلار در هنج آمده، ای باسازی و نوسازی هایی را که صورت گرفته، ای اکثر از پول قاچاق و در هنج سرازیر شده که صورت گرفته. ما چی داریم امروز؟ جاده های شهر کابل میبینیم، کدام فابریکه، کدام بند آبگردان در مسائل اقتصاد چی صورت گرفته؟ کدام فابریکه، زمینه کار برای کدام جوان از این کشور مساعد شده؟ برای مردم افغانستان چی مساعد شده؟ چهار تا تعمیر کنه، چهار تا تعمیر بلند منزله که خلاف قانون و خلاف ماستر پلان هایی که توسط یک تعداد از زورمندا، توسط یک تعداد از سلابدستا امیر ما فقط دستاورد امید 10 سال بدانیم. سپاس. در حالی که میلیاردها دلار در اینجا سرازیر شده، باید کشور ما هم باسازی میشد، هم نوسازی میشد و هم زمینه کار برای مردم ما. دوباره به همین موضوع برمیگردیم جناب صدیقی صاحب، برمیگردیم به سوال اساسی قبلی خود که لویا جرگه برای چند پایگاه نظامی ایالات متحده امریکا و یا هم به چه تعداد عساکر و یا هم با چه مدت موافقت و یا هم مشوره مثبت خواهد داد؟ نظر من است که اگر به یک تعداد پایگاه نظامی خلاصه نمیشه که ما بگیم بیا پایگاه نظامی در اینجا داشته باشه، نه افغانستان رای حل پایگاه نظامی. حالا از دیدگاه شما یگانه راه آوردن صلح ممکن نخواهد بود؟ زمانی که از سرحدات افغانستان حمایت شوه و سرحدات افغانستان را تعقیب بکنن که دیگه دشمن همسایه‌ها نتونن مداخله بکنن، خود به خود افغانستان آرام است. شما چگونه مشوره میتین که باید سرحدات افغانستان امنیتش حفظ شوه؟ خب بزرگترین قدرت ابرقدرت دنیا خودم میتونه. با چه تعداد عساکره؟ با چه تعداد میشه که خودش فشار بالای پاکستان و ایران وارد بکنه؟ همین یک عسکر کار داره، اما این تعداد عساکر با چه تعداد باید باشن؟ حداقل دیگه من خب گرچه آدم نظامی نیستم که سرحدات دیگه باشم. اما شما اشتراک کننده در جرگه هستین، میتونین مشوره بتین. مردم چشم امیدش به طرف شما دوخته شده. شما چند پایگاه نظامی را اجازه میدین؟ چه تعداد عساکر را؟ برای چه مدته؟ نظر شخصی ما بیشتر براتون ابراز کردم که تا زمانی که همی بر نظر ما هر اون چیزی که باشه به نفع مردم افغانستان باشه، با اینی زمینه های کار مساعد بسازه به افغانستان، سرحدات تا یک مدتی که افغانستان سرپای خود است. حالا جرگه چی پلان داره؟ میخوای اگر پیمان را امضا بکنند تا چه مدت باید پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان باید باشد؟ ممکن تا زمانی باشه که افغانستان به پای خود است. او چه زمان خواهد بود؟ 10 سال بعد باشه، 20 سال بعد باشه. سپاس. اما میخوایم بپرسم که گفتم این شب برخی کشورهای همسایه با استفاده از نفوذشان در جرگه عنعنوی میخوایم که مانی پیمان استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده امریکا شود. شما ما بیشتر خدمت ترس کنیم که منافعشان در خطر است. همیشه افغانستان پاکستان هیچ وقت نخواسته که افغانستان آرام باشه. سپاس. اما افغانستان هم از خود منافعی داره یا نه؟ یا خیر جناب بکسه؟ ما منافع خود میسنجیم، منافع مردم خود میسنجیم. ما پیشتر برد گفتم نظر جرگه هم امین است، باید منافع افغانستان دیده شود نه منافع کشور همسایه. اگر نفوذشان در این جرگه حضور داشته باشه به نام نمایندگی مردم و مانی این جرگه و مانی امضای پیمان استراتژیک میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان شوند چی؟ اگر قرار به این باشه شاید یک تعداد محدود توجه نمایندهش باشه داخل شده باشه، یک دومی قرار باشه که ما از کشورهای همسایه احراز داشته باشیم، همه روزه بر ما از طریق تلفن ها مسیج میای و شمارهشون واضح است که برای شما هم مسیج آمده؟ 100 درصد بله آمده. از طریق چی؟ از طریق شماره کد نمبر پاکستان است. برای شما چی نوشته شده؟ نوشته شده که اگر میشه شما میشه نشان بتین برای بینیم دایما میشه که شما اگر در این جرگی عنعنوی اشتراک بکنی مساوی با مرگ هستی. سپاس. میشه امیر بدموری کمره برای بینندای ما نشان بتین و بخوانیم؟ من دوستی مسج هستم. این پیام ها برای شما چه وقت و چه زمان آمد؟ از دیروز شروع شد. آیا در مورد محتوای جرگه هم چیز گفتن؟ نه هیچ نگفتن.
هیچ چیز برای شما گفته نشده؟ فقط گفته شما اشتراک کرده نمیتونه. ما بنان نماینده مردم هستیم، از افغانستان هستیم، مردمی هستیم که خود ما تصمیم خود میگیریم، مستقل هستیم. این ضرور نیست که دیگه طالبان گفته بودن کسانی که البته در انتخابات ریاست جمهوری کسانی که شرکت بکنن در انتخابات یا گوش بینیشان بریده میشه یا انگشتانشان قطع میشه، چون این کار را هم کردن و حالا هم گفتن شرکت در جرگه عنعنوی. از کامرمن ما خواهش میکنیم که امیر زوم بکنه و جناب صدیقی صاحب هم به خانش بگیرن. میشه شما به خانش بگیرین جناب صدیقی صاحب که چی گفتن؟ ایجا نشته کده اختار امارت اسلامی اشتراک در لوی جرگه عنعنوی امریکایی مساوی به مرگ است. خب اگر گیریم در اینجا شما شرکت بکنین و همان قسمی که طالبان تعهد کرده باشن گفتن شرکت در جرگی عنعنوی مساوی با مرگ است، چون این شود چی؟ ما آیا مسئولیت امنیت شما را یا مسئولیت امنیتی شما را دولت گرفته؟ دولت گرفته، بله. شما میبینید که از چند روز به این سو در آینده ها چگونه؟ در آینده ما خودم امنیت خودم میگیریم، اگر ضرورت باشه شاید پلیس و امنیت ملی بیام کار بکنن دیگه. تا جایی که توان قدرتشون است، شما از طریق رسانه ها میبینید که چقدر انتحاری و اینا گیر. چند روز پیش به شورای ملی امنیت ملی 4 نفر گرفت که حالا به 10 نفر رسید. سپاس، تشکر جناب صدیقی صاحب. جناب ترسان صاحب، همان گونه که جرگه عنعنوی شما گفتین که نمایندگان واقعی مردم در اینجا شرکت ندارن، آیا هر فیصله یا هر مشوره ای را که بتن مدار اعتبار خواهد بود؟ به هیچ وجه نه. هر مشوره که در هیجه گرفته میشه و یا افراد اشخاصی که در هیجه شرکت کردن مشوره که بتن از این که خود همی نهاد غیر قانونی است، طبیعی است که مشوره هایی که گرفته میشه و هم غیر قانونی است. و یک چیز هم خدمت شما عرض بکنم و با ارتباط جناب آقای صدیقی که گفتن که یک تعداد کارشناس ها در گرد میز ششتن انتقاد میکنن، شما ببینین این انتقاد به این مفهوم نیست که ما همیش نقد کردیم دولت ها. ما اصلا اشتباهاتی که صورت گرفته تا 10 سال که صورت گرفته ما همیشه از طریق همین تریبیون های تلویزیون ها و رسانه های چاپی و صوتی و تصویری با از هان دولت مرداره ما رساندیم. و یک دو اجازه بده شما کسایی که همیجا فعلا تاجرای افغانستان که بلند منزلا جور کرده شما تاجرا رو کلش قاچاق شما خانده. شما یک بار اجازه بده، منظور ما از اشارات ما نه سر تاجر داشتیم و نه داریم. و یک چیز دیگه است که شما میگین که ایجاد جامعه بین المللی به هیچ وجه همی خانه تکانی خسک و کیک و کناره کی باید دور بکنه از خانه های خود؟ خود صاحب خانه و یا ایست که همسایه هاش بیه باید در اینجا زمان در اینجا میتونه مردم افغانستان در تمام مسائل سهیم باشن و سهم ارزنده داشته باشن که در اینجا یک حکومت واقعا کارا به نفع مردم در خدمت مردم و از بین مردم خواسته باشه. و به ملت افغانستان هم یک چیز من برشان میگم که اینا هم مقصر هستن. او به این مفهومه که ببینین در یک خانه که دوست مدرایه 5 نفر 6 نفر با 6 میل کلاشنکوف 6 میل تفنگچه کمری داخل یک خانه میشن. من این خطاب برای مردم میگم که آیا دوست توانمندی از این را داره که یک طفل یک روزه و یا یک ماه، یک مرد 100 ساله و یا یک مرد مریض در اونجا سلفه بکنه؟ دوز جرات از این را نداره که پایین خانه شود دز به دزدی بزنه. از خواب صاحب خانه است که دوست میز. اگر مردم ما بیدار شوند به جاده ها بریزن و از حق حقوق خودشان دفاع بکنن، هیچگاه این 6 میل کلاشنکوف و این تفنگچه کمری نمیتونم مانی پیشتر شد. برنامه ما تمام است و به عنوان آخرین سال ممکن برخواهیم گرد. جناب صدیقی صاحب، گفته میشه که یکی از آجنده های جرگی عنعنوی مذاکره یا مصالحه با گروه طالبان است. یکی از شامل آجنده است که پروسه صلح مردم، قسمی که مردم مشوره دادن امی جرگی قبلا جرگی که دایر شد مردم مشوره دادن که کمیسیون مصالح ملی جور شد.
فعلا آشپای منتظر همی پیشنهاد مشوری مردم هستند که آیا ای باشه ای پروسه صلح یا خاتمه باشه. اگر پروسه صلح نباشه چی؟ اگر نباشه هیچ دیگه. شما که اشتراک کنندی جرگه هستین در بدل مصالحه با طالبان چه امتیاز برایشون قائل هستید و چه امتیاز را انتظار دارین؟ هر چیز حد داره بخود. مصالحه یک حد مصالحه تا چه زمانه خواهد بود؟ تا همین زمانی بود که رئیس شش بین بردن پس از این چی؟ بعد از این من میگم ختم باشه دیگه مصالحه پس چی باشه؟ پس ما همه چیز توانمندی چه داریم؟ اردو داریم، پلیس داریم. بنام یک اگر یه قدر طالبی هم نیست که ما سرش حساب کنیم. خود چون کشور همسایه تا پلیس هستن اونا رو کلان حساب میکنن. یعنی از دیدگاه شما پس از این مصالحه یا مذاکره نباشه. ممکن نظر جرگه هم امین باشه؟ ممکن نظر جرگه امین باشه چون نتیجه نداده. اگر پس از این هم دولت افغانستان اعلام بکنه که ما مصالحه یا مذاکره میکنیم چه پیامدهایی خواهد داشت؟ مذاکره خب به نظر من دیگه از این به بعد هیچ معنایی نداره چون حاضر نشدم. پس چی باید شود؟ پس بهترین راه به پیمان استراتژیک است که بازم مربوط میشه به کشورهای همسایه. یعنی پس از این دولت افغانستان جرگه مشورتی صلح با مزرعه جرگه عنعنوی چه فیصله خواهد کرد که پس از این با مخالفان خود دولت افغانستان چه راه را در پیش بگیره؟ پس از این ممکن جرگه فیصله های خود داشته باشند که و مشوره بدن اونا مسئول از این پروسای صلح و از این گپا خسته باشه. تشکر. به عنوان آخرین سوال میخوایم بپرسم جناب صدیقی صاحب که لوی جرگه عنعنوی کنونی کشور را به طرف صلح و ثبات رهنمون خواهد کرد یا به طرف یک بحران جدید؟ امیدوار هستیم که به طرف صلح و ثبات چنین خواهد شد یا در حد امیدواری است؟ در حد امیدواری است. فقط در حد امیدواری است. یعنی ضمانت نداره. لحظه به لحظه سیاست تغییر میکنه. تشکر جناب صدیقی صاحب. دیدگاه شما جناب تورسون صاحب چیست؟ لویا جرگی عنعنوی پس از این کشور را به طرف صلح و ثبات رهنمون خواهد کرد یا به طرف یک بحران جدید؟ خب تشکر. ببینید که این جرگه عنعنوی هیچگاه نمیتونه، چون جرگه قبلی هم تشکیل شده بود که کمیسیون صلح را ایجاد کردن و مدت یک سال اونا فعالیت داشتن که فعالیت دارن و یک چیز است، فقط زمان چنین جرگه ها و یا چنین فیصله های توسط حکومت صورت گرفته میتونه که امی گماشته شده های پاکستان، ایران که در حتی در حرک موجود است اینا چیده شوه، پاک شوه، یک خانه تکانی شوه. من مطمئن هستم که صلح و ثبات در افغانستان. سپاسگزارم دورسون صاحب از حضورتان در برنامه کنونی 60 دقیقه صاحب و جناب صدیقی صاحب از حضور شما همچنان سپاسگزاریم. بیننده های گرامی از شما همچنان سپاسگزاریم که تا این دم بیننده برنامه 60 دقیقه سیاست بودید. شما هم می توانید نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان را به ایمیل آدرس politics@afghan.tv برای ما بفرستید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار. We'll be right back.